چند روز پیش تصمیم گرفتم برای انجام لاتارت خودم رو به چالش بکشم و برای انجام اون به جای استفاده از پیچر، از اجسام غیر تخصصی مثل قهوه جوش و مثل قوری و مثل فرنچ پرس و در نهایت از بطری استفاده کنم که شما رو به دیدن این چالش هیجان انگیز دعوت میکنم حالا همچنان هیجان انگیزم نه خب در همه موارد شیر رو با استفاده از پیچر فوم دادم و فومی که ایجاد کردم و به ابزار مورد نظرم منتقل کردم قهوه رو هم جدا گرفتم و داخل این فنجون کوچولو ریختم اولی رو با قهوه جوش زدم راستش انتظارشم بهتر بشه اما فکر کنم برای اینکه دست چوبی جزوه رو گرفته بودم چون مسلط نبودم احساس میکنم اگر که بدنه جزوه رو گرفته بودم میتونستم طرحو بهتر بزنم خیلی خوب نشد اما ناامید کننده هم نبود بریم سراغ دومی که با قوری میخواستم این کار رو انجام بدم قوری که مادرم بسیار اصرار داشت که مراقبش باشم یکی از چالش های اصلی من برای انجام لاتارد با این قوری مراقبت از درش بود قوری امانت مادرم بود و نگهداری از امانات بخش مهمی از زندگی ما رو تشکیل میده سوسماس قوری افتضاح بود افتضاح بود هر کاری میکردم هیچ فومی به روی سطح قهوه من منتقل نمیشد و عملا معیوس کننده بود اصلا دیگه دلم نمیخواد غرور رو امتحان بکنم و به شما هم به هیچ وجه توصیه نمی کنم. گزینه سوم اما رفتم سر فرنج پرس که حد میزدم بتونم کار خوبی باهاش انجام بدم ولی اگرچه که قبلا تونسته بودم طرح بهتری باش بزنم ولی این بار بد نشد و تا اینجا بهترین نتیجه رو برای من فرنچ پرس به همراه داشت بد نبود اما خیلی هم خوب نشد و اما گزینه چهارم بطری اگرچه که زیاد توی اینستاگرام دیده بودم انجام دادن لاتارت با بطری رو و دروغ بهتون نگم بطری رو قبلا تمرین کرده بودم رفتم سراغ انجام دادن بطری و این بار برای اینکه قدرت نمایی عرش بیشتری بکنم از یک فنجون بزرگ استفاده کردم برخلاف سایر آزمایش ها میدونی قبلا زده بودم و بعدم نشده بود فقط استوریشم کردم خیلی آتون اومدیم گفتین دمت گم باری کله فلان ولی الان فکر کنم میخواست حالمو بگیره و چنان خراب شد چنان بد شد که دیگه دارید میبینید دیگه اصلا خجالت زده کرد منو من واقعا از همه شما عزیزان رو اصخایی میکنم به خاطر این گندی که با بطری خلق کردم اینقدر این آرت من با بطری بیجانه که فکر میکنم نفس ایسایی حضرت مسیح هم نتونه جانی تازه به پیکر بیرمق این فنجان زشت ببخشه در کل من اصلا خوب نیست ببخشید به خدا قرار نبود اینطوری بشه قرار بود خیلی قشنگ تر از این صحبت ها بشه اما خب به حال شد دیگه شرمنده مخلص مثل خوشید خدا نگهدار